چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر قلب تشنه است کلامت تو برترین است تسلی قلب من نوری برفاهای فاهای من چراغ راه های من کلامت سو شفا بخشد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت ابدی و جاودانت تمامی کلامت درود بر شما بینندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید هنوز در حال مطالعه کتاب پیدایش هستیم قسمت گذشته را با موضوع رانده شدن انسان از باغ عدن به اتمام رسوندیم و خوندیم که خداوند بر سر راهی که به درخت حیات میرسید یک شمشیر آتشین قرار داد برای محافظت از درخت حیات مثل تابلویی که در جاده نصب شده و روی اون نوشته شده منطقه ورود ممنوع تا اینکه مسیح به روی صلیب رفت و با مرگ خودش بر روی صلیب پرده هیکل پاره شد و یک راه دائمی برای بودن در حضور خدا باز و گشوده شد در این قسمت از برنامه با دو تا شخصیت آشنا خواهیم شد با دو شخصیت مشهور به نام های قائن و هابیل که هر کدوم از این دو شخصیت راهی رو برای نزدیک شدن به خدا نشون میدن و هر یک از این دو نفر یک راه رو نشون میدن یکی راه مردود و دیگری راه مقبول که در مورد اونها بیشتر خواهیم آموخت پس در برنامه امروز درباره این دو راه صحبت می کنیم. لطفا فصل چهارم کتاب پیدایش رو باز کنید و در حین مطالعه یادداشت بردارید. اگر هر گونه پرسشی دارید با ما در میون بذارید و تیم پاسخگویی ما در خدمت شما خواهند بود. در ابتدا اجازه بدیم به مهمان برنامه برادر یوسف ریاض خوش آمد بگم. درود بر شما برادر درود یوسف. بر شما. خیلی خوش اومدید. و همچنین به شما مهمانان عزیز درود و خوش آمد میگم. برادر یوسف یک توضیح کلی درباره فصل چهار پیدایش بفرمایید. خب در اینجا شما برادر به دو مسیر اشاره فرمودین که به نظر میرسه این بهترین عنوان برای این فصل باشه دو روش برای نزدیک شدن به خدا هرچند مذهب در وجود ذهن و زمیر بشر نهادینه شده ولی متاسفانه همه ی انسان ها خوب رفتار نمی کنن. و خب در مسیر درستی گام بر دارند کسانی هستند که راه و گم می و زمانی که از مسیر منحرف می شن نمی به مقصدشون برسن بسیار خوب ممنونم آیاتی رو با هم بخونیم و بعد به پرسش ها میپردازیم بفرمایید آدم زن خود حوا را بشناخت و او باردار شده قائن را زایید و گفت به یاری خداوند مردی حاصل کردم و دیگر بار برادر او هابیل را زایید هابیل گلبان بود و قائن کشگر زمین آیه سه میفرماید پس از چندی قائن هدیه از محصول زمین برای خداوند آورد ولی هابیل از نخستزادگان گله خیش و از بهترین قسمتهای آنها هدیه یابرد خداوند حابیل و هدیه ی او را منظور داشت ولی قائن و هدیه اش را منظور نداشت پس قائن بسیار خشمگین شد و دلریش گشت آنگاه خداوند به قائن گفت از چه سبب خشمگینی و چرا دلریش گشته ای؟ اگر آن چرا که نیکوست انجام دهی آیا پذیرفته نمی شوی؟ ولی اگر آن چرا که نیکوست انجام ندهی بدان که گناه بر به کمی نشسته و مشتاق توست اما تو باید بر آن چیره شوی این آیاتو مورد بررسی قرار بدیم مخصوصا زمانی که هوا پسری به دنیا آورد بعد یوسف چرا نام اونو قائن گذاشت در اینجا کتاب مقدس دلیلش رو به ما میگه هوا گفت خداوند پسری به من بخشیده است که به احتمال خیلی زیاد هوا فکر کرد که اون پسر همون ذریت زنه که باید مشکل رو حل کنه که انسان ها و به ویژه زنان برای رسیدن به هدفشون واقعا عجله میکنن انسان میخواد که زود به مقصد برسه از اونجایی که خداوند میخواد کسی رو بفرسته که سر ما رو بکوبه پس بیا این کار رو تموم کنیم یا چون خداوند میخواد بر زمین سلطنت کنه پس ما هم کاری بکنیم روی کرد شاگردان مسیح هم در دوران زندگی مسیح مسیح همینطور بود و خب هوا هم عجله داشت پتروس، یعقوب و یوحنا هم عجله داشتن. بله. ملزومات کفاره و صلیب چیه؟ اینکه که عیسی نجاتمون بده و بر زمین سلطنت کنه اون و همه چیز کامله. خیلی از آدمها اهمیت کفاره رو درک نمی‌کنن و برای همینه که بشریت باید هزاران سال صبر کنه تا زمان کنه. به کمال برسه. بله. تا زمانی که خدا پسرش رو میفرسته و اون روی صلیب قربانی می‌کنه. این راه حله. حوا عجله داشت. برای همین درباره قائن گفت خداوند یک مرد به من بخشیده. و خب فکر می کرد که این مرد همون راه حل در حالی که قائن منشأ مشکلات زیادی شد. او گفت خدا به من مردی بخشیده درسته. چون فکر می کرد که کلید حل مشکلات در دستان اونه. دقیقا. در اینجا چه کسی میتونه مرد نامیده بشه؟ این مرد کیه؟ در کجای ای کتاب مقدس عیسی مسیح رو مرد نامیده؟ میگه این مرد که به شاخ مسما است. یک مرد. مردی موافق نظر و دل خدا خداوند میفرماید ای شمشیر بر ضد چوپان من برخیز برای همینی که مزمور یک هم درباره اون مرد به ما میگه درسته خوشا به حال مردی که یا آن مرد عادل نمیتاره. و یا مرد درداشنا بر روی صلیب درسته این مرد کسیه که به زودی دنیا رو با عدالتش داوری خواهد کرد بله این همون مرد مشیره درسته هوا فکر کرد قائن همون مرده ولی بعدها قائن باعث ناامیدی شد وقتی قائن بزرگ شد و خواست به خدا نزدیکتر بشه هابیل هم خواست به خدا نزدیک بشه درباره شخصیت قائن و هابیل پیش از بردن قربانی توضیح بفرمایید بله اما در واقع پیش از اون وقتی که حوا دومین پسرش رو به دنیا آورد اسمش رو حابیل گذاشت چرا چون از پسر اولش ناامید شده بود برای همین حابیل گذاشت که به معنای بخاره امیدش بخار شد بله امیدم بخار شد یعنی امید زیادی داشتم که اون پسر کاری بکنه آدم های زیادی هستن که قلبشون شکسته به خاطر پسر پارسایی که مرده یا به خاطر پسر نافرمانی که زنده است در حقیقت میدونیم که قائن برادر بیگناهش رو کشت و قلب هوا رو شکست و با همه اینها بازم جون سالم به در برد چون ناموتی بود و علیه خدا سرکشی و از حضورش فرار میکرد. شاید هوا دیگه تا زمان مرگش اونو ندید و هر چه کاش اون رو برداشت کرد درسته. که نتایج گناه همینطوره هر دو برای خداوند قربانی میبرند بله. یکی از این دو نفر چوپان بود و دیگری نامش قائن بود که روی زمین کشاورزی میکرد و محصولاتش رو درو میکرد تصمیم گرفتن هدیه به خدا تقدیم کنن قائن ثمره زمینش روی مذبح پیش خدا گذاشت درسته. ولی حابیل بهترین نخستاده گلش رو تقدیم کرد لطفاً درباره این دو هدیه توضیح بفرمایید بله خب اینا دو روش برای نزدیک شدن به حضور خدا هستند که در لغا و بسیاری از قسمت‌های دیگه کلام خدا اینو به ما یادآوری میکنه که مشهورترینش لقا فصل هجده دو مرد برای دعا کردن به معبد رفتن اون دو مرد دوست داشتن دعا کنن بنابراین به معبد رفتن تا به زیبایی دعا کنن. ولی یکی از اونو یه فریسی و دیگری یک باجگیر بود. مرد فریسی دقیقا مثل قائن بود و گفت خدا یا تو رو شکر میکنم که مثل این شخص نیستم من کامل و عالی هستم. از طرف دیگه مرد باجگیر مثل هابیل بود. اون حتی چشمانش به آسمان بلند نکرد بلکه به می میکوبید و میگفت خداوند و بر من گناهکار رحمت فرما. شخص باجگیر بخشیده شد ولی فریسی بخشیده نشد. اینجا خدا به هدیه ی قائن توجهی نکرد ولی به هدیه ی هابیل توجه کرد. مسیح در انجیل متا فصل 23 درباره هابیل اعتراف میکنه و شهادت میده. حابیل پارسا یعنی حابیل بیگناه و عادل. در رساله به ابرانیان گفته شد او به ایمان عادل شمرده شد. پس دو راه برای نزدیک شدن به خدا وجود داره. یکی راه ایمان و دیگری راه رضایت. قائن روش رضایت رو پیش گرفت و خودشو گناهکار نمیدونست. و خب برادر یاد امروز خیلی از الهیدانان گناه موروسی رو انکار میکنن درسته آدم گناه کرد و قائن ادعا میکرد که آدم گناه کرده و گناه اون تأثیری بر قائن نداشته و بی گناه به دنیا اومده و گناهی مرتکب نشده قائن انکار میکرد که از آدم گناه به ارث برده در یهودا فصل 11 میگه وای به حال آنها نه به خاطر اینکه اونها روش قائن رو اختراع کردن بلکه در راه قائن قدم گذاشتن یعنی پس از اینکه اونا به دنیا اومدن روش هابیل که راه ایمان بود رو دنبال نکردن و روش قائن را رو انتخاب کردن که از قبل بوده کلام خدا میفرماید من میدانستم که شما قابل اعتماد نیستید و همیشه عنوان یاقی شهرت داشتید دقیقا انسان وارث گناه و با طبیعتی سقوط کرده به دنیا میاد گناه در وجود انسانه و انسان گناهکاره نه به این خاطر که گناه میکنه بلکه گناه میکنه چون گناهکاره درسته و بله. گناه در انسان وجود داره بعد از استراحت با پرسش مهمانان برمیگردیم از این آیات فهمیدیم که خداوند به هدیه هابیل توجه نشون داد اما به هدیه قائن هیچ گونه اهمیتی نداد آیا قانونی در مورد هدایا وجود داشت برادر یوسف هابیل از کجا میدونست که برای نزدیک شدن به خدا باید قربانی تقدیم کنه بله در ابرانیان فصل 11 میفرماید و ایمان باعث شد که قربانی هابیل بیشتر از قربانی قائن مقبول خدا گردد کلمه ای ایمان پس ایمان از شنیدن پیام پدید میاد و پیام ما کلام مسیح است پس این یک مکاشفه است فکر می کنم نیازی به یک مکاشفه تازه نیست این میتونه همون مکاشفه ای باشه که در پیدایش فصل 3 دربارش گفته شده که خداوند خدا پوششی از پوست حیوانات برای آدم و هوا درست کرد و از اونجا بود که آدم فهمید خدا قربانی رو که به جای اون میمیره میپذیره و خب آدم مستحق آدم بود و آدم این آگاهی رو به هابیل داد بله کاملا درسته و هابیل همین دانش رو پذیرفت ولی همونطور که قبلا هم اشاره کردیم مشکل قائن این بود که ارث بردن گناه و انکار کرد و از دید اون آدم نیاز به یک قربانی داشت که به جای اون بمیره ولی خودشو بی گناه میدونست و از اونجایی که خدا هدیه میخواست قائن تصمیم گرفت تا دسترنج خودشو هدیه بده یه اصطلاحی هست که میگه عرق پیشانی جای خونه بره رو نمیگیره درسته قائن حتما عرق ریخته بود چون خدا اینو فرموده بود به عرق پیشانیت نان خواهی خورد ولی عرق پیشانی جایگزین خونه بره نیست دقیقا برای همینه که در آیه 6 میفرماید خداوند به قائن فرمود چرا خشمگین شدی و سر خود را به زیر انداختی اگر رفتار تو خوب بود قربانی تو قبول می ولی اگر خوب نباشد گناه نزدیک در در کمین توست و میخواهد بر تو مسلط گردد درباره این آیات توضیح بفرمایید بله برادر حتما یعنی اینکه خوب رفتار کن و با قربانی به خدا نزدیک شو در واقع این عبارتی که گفتیم و میشه به دو روش درک کرد فرستاده شدن آتش یعنی این که قربانی پذیرفته شده وگرنه قائن از کجا میدونست که خداوند به هابیل و هدیهش توجه کرده و اهمیتی به هدیه قائن نداده چون هیچ آتشی از آسمان پایین نیومد تا هدیه رو بخوره پس اگر خوب رفتار کنی و قربانی بگذرانی آیا پذیرفته نمیشه؟ دومین روش اینه آیا هدیه ی قائن به این دلیل پذیرفته نشد چون با خشم به پایین نگاه می کرد پس خدا آماده بود تا درسته. چهره ی قائن رو بپذیره چون خدا یکی رو به اون یکی ترجیح نداد بلکه قائن باید قربانی درست رو به خدا تقدیم می کرد تا مورد قبول باشه بعد از این خدا با قائن صحبت کرد آیا این یک هشدار بوده و یا یک راهنمایی ولی اگر خوب نباشد گناه نزدیک در در کمین توست و میخواهد بر تو مسلط گردد بله خب همونطور که شما اشاره کردین این میتونه یک هشدار یا راهنمایی باشه و به این بستگی داره که تعریف و درک شما از گناه چیه و چه برداشتی از اون دارین در زبان عبری کلمه ای هست که میتونه به سه معنای مختلف ترجمه بشه واجه ای که گناه ترجمه شده میتونه ترجمه قربانی گناه هم باشه و همچنین میتونه به عقوبت گناه هم ترجمه دقیقا. بشه پس معانی مختلفی داره و اینجا ترجمه شده گناه نزدیک در کمین توست و فکر میکنم ترجمه اینجا کامل و دقیق تره چون به نظر من قربانی گناه ترجمه درستی نیست و پیش از شریعت موسی چیزی به نام قربانی گناه وجود نداشت درسته. همه ی قربانی ها هدیه های سوختنی بودند و میخونیم که نوح هدیه سوختنی تقدیم کرد همینطور هدیه ایوب و دیگران حتی هدیه ی ابراهیم که قربانی پسرش بود همشون هدایای سوختنی بودن ولی قربانی گناه پس از شناخت گناه به وجود اومد و پس از شریعت اگه رفتار خوبی داشته باشی آیا قربانی تو پذیرفته نمیشه ولی اگه خوب رفتار نکنی گناه پشت در در کمی نیستاده اون گناه کشتن هابیل بود و اینجا داره هشدار میده و این آیه یعنی نه تنها چهره و قربانی تو قبول نمیشه بلکه مرتکب جرم وحشتناکی هم خواهی شد تو اولین آدمکش تاریخ خواهی بود. پس مراقب باش. ولی متاسفانه قائن حواسش نبود و این همون چیزیه که در آیات بعدی می‌خونی. من میخونیم. با این تفسیر کاملا موافقم. چون خدا بهش میگه اگه رفتار تو خوب بود یعنی تقدیم قربانی، قربانی تو قبول می‌شد. در غیر این صورت درباره قربانی آخر بهش نمیگه. و اینجا یک نتیجه منفی وجود داره یعنی عدم پذیرش داره. قربانی. دقیقاً. درست. بعد در یوسف از آیه 8 به بعد یک مصیبت بزرگ میاد. هم که یک قتل و میبینیم که یک برادر برادر خودش رو میکشه چگونه و چرا عبارتی که یوحنا در این مورد به کار میبره همیشه توجه هم جلب میکنه نه تنها برادرش رو کشت که در حقیقت هم این کار رو کرد که در پیدایش فصل چار میخونیم ولی در اول یوحنا میخونیم سلاخی که سلاخی کرد بله دقیقا یعنی روبروی برادرش ایستاد و بروی او چاقو کشید چاقو کشیده بود میبایس اونو سری کشته باشه ولی بله. اون زمان از سنگ استفاده میکردن بله. سنگ چخماق تصورشو بکنید اون برادر خودشو بله سلاخی کرد بین دقیقه زمان برده صحبت درباره دو تا برادر و این وحشتناکه میگن زندگی در قدیم بهتر بوده کدوم بره از تاریخ زندگی بهتر بوده در همون ابتدا که برادر بزرگتر برادرشو میکشه خوبی این زندگی کجاست در پیدایش فصل سه گناه وارد جهان شد و انسان را از خدا جدا کرد سپس گناه قائن را از برادرش جدا کرد پس گناه نه تنها رابطه ی انسان و خدا را نابود میکنه بلکه رابطه برادری اونو هم از بین میبره عجیبه که قائن مذهبیه <applause> اما نه در واقعیت و عجیبه ها. که میخواست به خدا نزدیک بشه و مذهبی بود اما آدم کشت عجیب نیست آیا اینجا ارتباطی <تصفيق> 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 ارتباطی بین مذهب و کشتن وجود داره بله یه ارتباط قوی وجود داره مثلا اولین جنایت به خاطر یه دلیل مذهبیه هولناکترین جنایت ها هم به خاطر مذهبه و مشهورترین جنایت در تاریخ منشأ مذهبی دارن فکر میکنم که اولین جنایت واضحه ولی درباره کشتن مسیح که بزرگترین جنایت چی بگیم؟ بازم علتش چرا مسیحو کشتن دقیقا؟ در اون زمان نه حاکمان نه پیلاتوس و نه هیرودیس پادشاه نقشه کشتن مسیح رو نداشتن هیچکس بله کاهن اعظم بود انگار میخواستن بگن یا جای اونه یا جای ما در واقع ماها نمیتونیم با هم باشیم. پیلاتوس تلاش کرد تا مسیح رو رهایی بده و قصد انجام این کار رو داشت. حتی هیرودیس هم با همه ی فساد و شرارتی که داشت، کوشید تا مسیح رو نجات بده. این نقشه کسایی بود که از نزدیک نظاره میکردن و میگفتن اگر مسیح آزاد بشه، پیلاتوس رو به دشمنی با قیصر متهم میکنیم. اونا روشای خودشونو رو داشتن و پیلاتوس هم برای همین ترسید. شاول هم وقتی مذهبی بود خودشو اینطور توصیف درسته. کرد. او با لباس پارسایی و بر اعمال شخصی و یا تقوای ظاهری پوشیده شده بود خودش میگه تلاش میکردم کلیسای خدا رو نابود کنم پولس تلاش میکرد که روشهایی برای تحقیر و کشتار انسانها اختراع کنه و تا امروز هم کشتار و سوزاندن و چپاول به نام مذهب صورت میگیره و نمیتونیم فرق بین قاتلین و مذهبیون رو تشخیص بدیم یه نفر میتونه عبادت کنه و آتش بزنه دعا کنه و بره آدم بکشه پرستش کنه و دزدی کنه تدین ظاهری منجر به کشتار میشه بله قرن 21 یک فاجعه تمام ایاره. اتفاقها و حجم کشتار به نام دین میشه گفت واقعا بسیار وحشتناک در ادامه میگه به برادرش حمله کرد و او را کشت و در نتیجه خدا مداخله کرد برادر یوسف خدا به قائن چه چیزی گفت چیزی رو پرسید که از پدرش هم پرسیده بود هابیل کجاست با اینکه خدا میدونست هابیل کجاست از آدم هم همینو پرسید که کجا هستی ولی کاری کرد که خودش اعتراف کنه قائن آدم رفتار کرد هرچند آدم هوا رو متهم کرد ولی آخرش اعتراف کرد خودش خورده و همینطور حوا مار رو مقصر دونست ولی در نهایت اعتراف کرد خودش خورده و خب در واقع اینجا داره به ما رفتار ناشایسته بشر رو نشون میده درسته. یعنی چی میتونست بگه من نمیدونم و به خدا پاسخ میده که آیا من نگهبان برادرم هستم آیا تو من آفریدی که نگهبان باشم و هر جا میره مراقبش باشم نه اصلا خیلی این... پلیده دقیقا هولناک درسته. و پلیده اخلاق قائن رو نابود کرد کاملا درسته آدم کشت و پیش خدا خود ستایی کرد مذهب همینه و قائن اولین انسان متدین در دنیاست اون دو نفر هدیه‌ای به درگاه خدا بردن و هابیل اولین نفر نبود و وقتی کتاب مقدس به ما میگه که دو نفر به معبد رفتن باجگیر اول جلو نرفت از بین افراد برجسته که قربانی تقدیم میکنن آدم کشهایی هم هست در متا میفرماید شما همچون گورهایی هستید سفیدکاری شده برسته. خداوند فرمود چه کار کرده ای؟ خون برادرت از زمین برای انتقام نزد من فریاد می کند الان در روی زمین ملعون شده ای و زمین دهان خود را باز کرده تا خون برادرت را که تو ریختی بنوشد وقتی زراعت کنی زمین دیگر برای تو محصول نخواهد آورد و تو در روی زمین پریشان و آواره خواهی بود در اینجا داوری رو میبینیم و دلیدن. قوانینی که برای دلید. گناه بزرگ قائن صادر شد تا ترد بشه و همیشه آواره باشه بردر یوسف لطفا نتیجه مذهبی بودن و تقوای ظاهری رو برای ما توضیح بدین اینجا میگه الان در روی زمین ملعون شده ای توجه کنین که خدا وقتی با آدم صحبت کرد بهش نگفت تو ملعون شده ای بلکه زمین به خاطر تو ملعون شد اینجا برای قائن میگه زمین ملعون قائن رو لعنت خواهد کرد الان در روی زمین ملعون شده ای و زمین دهان خود را باز کرده تا خون برادرت را که تو ریختی بنوشد جرائم مرتبط با ریختن خون خیلی هولناک هستن و تقاصشون نامحدوده بله و راهیه که خدا به این جرائم رسیدگی میکنه وقتی به کتاب پیدایش فصل نه برسیم میبینیم خدا نسبت به این جرائم سهل خدا از خون و همینطور از قاتل و بعدش هم خود قاتل شکار وجدانش میشه نه تنها وجدانش همینطور شکار تصورات خودش یادتون میاد وقتی شیطان و هیرودیس شریر سر یحیای تعمید دهنده رو از بدن اون جدا کردن و پس از مدت هیرودیس درباره مسیح شنید. به غلامانش چی گفت؟ این همون یحیای تمیدهنده است ولی تو که یحیای تمیدهنده دهنده رو کشتی. این همون یحیای تعمیدهنده است که من سرش رو جدا کردم. دوباره زنده شده و برای همینه که داره معجزه میکنه. هیرودیس نمیتونست یحیای تمیدهنده دهنده رو فراموش کنه. فکر میکنم وقتی اون دختر شریر زناکار سر یحیای تمیدهنده را رو توی یه تشت آورد، این صحنه از جلوی چشمان هیرودیس و مخیله یه اون دور نمیشد شاید ماها سالها یا شاید تا دم مرگ. و همینطور پیلاتوس فکر کنم در تمام زندگیش منظره صلیب مسیح از ذهن اون بیرون نمیرفت. گفته میشه که پیلاتوس سرانجام خودکشی کرد دقیقا بعد از استراحت با پرسش یکی از مهمانان برمیگردیم. در مورد شخصیت هابیل و ماهیت کارش توضیح بفرمایید در مورد قائن که قاتل بود صحبت کردیم ولی از شخصیت هابیل خیلی بیشتر میتونیم یاد بگیریم بله هابیل مرد محترمی بود در بله. مورد شخصیت هابیل چوپان توضیح بفرمایید بله خب در مقام یه چوپان هابیل نخستین شبان در کتاب مقدسه همینطور کتاب مقدس درباره هفت چوپان صحبت میکنه که اولینشون هابیله و بعدها در همین کتاب پیدایش درباره یعقوب که چوپان شریفی بود میخونیم وقتی به داستان زندگیش برسیم صحبت خواهیم کرد. اون مرد به معنای واقعی کلمه یک شبان بود. در پیدایش فصل 37 هم میگه یوسف یک شبان بود. موسی هم یک شبان خیلی معروف بود. داوود هم چوپان بود. در کتاب اعداد فصل 6 آموس رو میبینیم که چوپانه. و درباره هفتمین شبان که میخونیم فکر میکنم من میگه شبان نیکو هست. چه زیباست. عیسی شبان شبانانه. درست. و خب تفاوت خیلی زیادی هست بین حابیل چوپان و شبانی که مسیحه اون چوپان چی کار کرد؟ بهترین رو تقدیم حابیل کرد. بهترین و گلش رو تقدیم کرد که یعنی هر زمان میخواست هدیه بده باید بهترین گوسفند رو انتخاب میکرد هدیهش رو پیش خدا آورد تا مورد قبول خدا واقع بشه و فقط یک بار این کارو نکرد بلکه همیشه از بهترین نخوزاده گلش هدیه میداد که یعنی بارها این کارو انجام داده هرچه خدا بیشتر ازش راضی میشد اونم بیشتر هدیه میداد و قائن هم بیشتر عصبانی میشد و زمانی که شبان نیکو آمد از طرف خودش هیچ هدیه ای رو تقدیم نکرد بلکه خودش قربانی کرد جلال بر نام خداوند آیا تا به حال شنیدین شبانی برای گوسفندانش بمیره همه گوسفندان برای چوپانشون جون میدن ولی یک شبان فدای گوسفندانش میشه یک شبان نیکو و شبان نیکو جان خودش رو برای گوسفندانش فدا میکنه دقیقا و شبان نیکو برای گوسفندانش جان فشانی میکنه میشه لطفا بیشتر درباره هدیه هابیل توضیح بفرمایید همونطور که کلام خدا میفرماید اولین بره گله خود و بهترین قسمت آن اولین و بهترین قسمت آن اینجا منظور چیه خب اونطور که ما میفهمیم اولین قربانی در پیدایش فصل سه بود وقتی که خداوند آدم و هوا رو با پوست اولین قربانی پوشون و هابیل هم این رو میدونست چون پدرش براش توضیح داده بود اینو متوجه شده بود که راه خدا تقدیم یک گوسفند به عنوان قربانی به جای انسانه درسته چی میخواد بگه اینجا میبینیم که نور قربانی یا نور مکاشفه داره زیاد میشه همونطور که در کتاب مقدس جلو میریم نور رو میبینیم راه مردم نیکوکار مانند سپیده دم است که هر لحظه روشنایی آن بیشتر میشود تا روز برسد تا اینکه به مسیح میرسیم ولی قبل اینکه به مسیح برسیم خصوصیت این گوسفند قربانی چیه نخست زاده ی گله و بهترین قسمت گوشتش یعنی بهترین گوسفند گله ی هابیل هابیل از پس مونده ها هدیه نداد بلکه بهترین رو تقدیم کرد وقتی به آخرین کتاب کتاب مقدس میرسیم میبینیم خداوند قوم خودشو نکوهش نکوهش میکنه که از گوسفندان کور و لنگ و آنچه در بازار به فروش نمیرفته به اون هدیه دادن اما اینجا هابیل شریف چه چیزی رو تقدیم میکنه از بهترین گوشت نخوزاده ی گلش و وقتی به نوح می رسیم، نور بازم بیشتر میشه اون از حیوانات پاک هدیه میده ظاهرا حیوانات به دو دسته پاک و ناپاک تقسیم شدن حالا چه چیزی باید به خداوند تقدیم بشه پاک یا ناپاک قطعا باید پاک باشه. در پیدایش فصل 8 نور بازم بیشتر میشه و وقتی به فصل 22 میرسیم با یک شگفتی و شکوه روبرو میشیم قربانی کردن یه انسان. چی شد؟ فهمیدیم که هدیه یه گوسفنده ولی حالا یه انسان قرار تقدیم بشه. و این انسان با کسی که قرار تقدیم بشه نسبت داره و این قربانی با قربانی تنها پسر محبوب رابطه داره. اتفاقی که در زمان کامل رخ داد یعنی اینکه خدا انسانی رو قربانی میکنه. انسانی که برای پدر عزیزه انسانی که پسر یگانه است درسته. و محبوبه وقتی جلوتر بریم درباره خون هم میخونیم و خون فقط در کتاب پیدایش انتقام رو طلب میکنه چه خون حابیل باشه و چه خون یوسف خون ایسا فدیه ما شد و حتی خود خون هم در کتاب خروج آمرزش رو طلب میکنه دقیقا. بدون ریختن خون آمرزش گناهان ممکن نیست و روشنایی بیشتر میشه برادر یاد هرچه بیشتر در کلام خدا جلو میریم روشنایی هم بیشتر میشه تا اینکه به بره, بره ی... خدا برای خدا که گناه جهان رو بر میداره من در پیشگاه عظمت این الهام کلامی سر تعظیم فرود میارم همینطوره اولین بره گلهش یعنی, یعنی بهترینش نخستزاده برسته تنها کسی که دربارش نخستزاده گفته شده شخص مسیحه که اون بهترین قسمته و همچنین نخستزاده است گوسفندان فربه همیشه چربی دارن درسته و چه کسی بود که همه اون چربی رو داشت هدیه ای خوراکی که با عطری خوش تقدیم خداوند شد دقیقا. این آیه مستقیما به مسیح اشاره میکنه او نخست زاده است بهترین قسمت رو داره و قادر مطلقه قربانی سوختنی کامل که به خدا تقدیم شد و این یک الگوی اولیه درباره شخص مسیح که نمیشه اونا نادیده گرفت بله همینطوره و به یاد داشته باشیم که یک مکاشفه تدریجی هم درباره قربانی وجود داره بله. اول برای یه نفر بود اما در کتاب خروج میگه برای یک خانواده کافیه درسته و بعدها برای تمام گناهان قوم کافی قوم. بوده بله و بعد از اون به بره خدا میرسیم که گناه جهان بشر. رو بر میداره درسته ما در پیشگاه کتاب خدا هستیم و این کتاب کتاب قربانیه ممنونم برادر همراه مهمانان درس بلده. امروز رو مرور میکنیم از این قسمت از برنامه چه چیزی آموختیم؟ یاد گرفتیم نخستین شبانی که در کتاب مقدس بهش اشاره شده حابیله. او بهترین قسمت و نخستاده گلش رو هدیه آورد. اما مسیح شبان نیکو خودش رو به عنوان فدیه ی گوسفندان هدیه آورد و تنها شبانیه که جانش رو به خاطر گوسفندانش درسته دارد. جلال بر خداوند برادر من امیدوارم تمام کسانی که این قسمت از برنامه رو مشاهده کردن بتونن راهی رو که توسط خدا تعیین شده انتخاب کنن و نه اون راهی رو که خودشون دوست دارن و راهی که خدا تعیین کرده راه نزدیک شدن از طریق قربانیه بله کاملا درسته متاسفانه حوا فکر کرد قائن همون مردیه که خدا دربارش پیشگویی کرده بود تا سر ما رو بکوبه ولی اون مرد قائن نبود و انسانی که کتاب مقدس بهش اشاره کرده همون شاخه انسان یعنی خداوند عیسی مسیحه ممنونم برکت خدا با شما از شما هم متشکرم شما برادر بینندگان گرامی شما رو به راه و مسیری میسپارم که خدا تعیین کرده و بهش اشاره فرموده و به غیر از این هیچ راه دیگه ای وجود نداره تا بتونیم به خدا نزدیک بشیم و اون مسیحه مسیح قربانی اعظم بر روی صلیب و اگر بدون تکیه به قربانی مسیح به عنوان یک راه به سوی خدا بریم تمامی راه ها به پیش روی ما همچون قائن بسته خواهند شد مسیح راه و راستی و حیاته که برای ما مصلوب شد کتاب مقدس کتاب قربانیه قربانی عظیمی که همه شروط و تعمین کرد نخست بی عیب و مردیه که قرار بود بیاد برای خدا که برای گناهان ما قربانی شد به روی صلیب برای تمام بشر عزیزان بیایید ما اشتباه قائن رو تکرار نکنیم کسانی که به راه قائن رفتن موفق نشدند هیچ کس با پیروی از روش قائن برای نزدیکی به خدا موفق نشده چرا که راه قائن اعتماد به عدالت شخصی موافق بودن با روش های دیگه برای رسیدن به خدا و نگه داشتن پوشش تقوای ظاهری ولی راه واقعی قربانی و اعتماد به قربانی مسیح راهی بود که حابیل و همه مقدسین در تمام دوران پیمودن امیدوارم که شما و من با حکمت درباره چیزی که باید انجام بدیم فکر کنیم سرنوشت جاودانی ما به این بستگی داره و اگر راهمون رو گم کنیم هیچ راه دیگه ای به سمت خدا نمیره ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید تا قسمت آینده خدا با شما چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلام تو برترین است تسلی قلب من نوری بر من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشه در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت ای خدا ابدی و جاودانت تمامی کلامت